رحمان الرحیم به درس امروز اکسس 2013 خوش آمدین و درس امروز آغاز میکنیم از اکسس و در قسمت ایرا کلوز و بعد از اون نو بعد از اون ما در اینجا یک تیبل سه کویری چهار فارم داریم و یک ریپورت ضرورت است که ریپورت هم میسازیم شن در اینجا ریپورت و ریپورت ویزرد و دیجا میگم از فارم از امپلایی بر ما ریپورت بساز و بعد از او در قسمت انزرتش میکنیم از امپلایی و بعد از نیکست و دیجا کل فارما رو به این شکل مندازیم نیکست و میگم دیگه سامری آپشن میگم سام شاو توتال و در قسمت سامری اونلی و بعد از اوکی نیکست و بعد از او پارتراک باشه نیکست و بعد از او فیچ آله یک روپه رو از این ایجاد شد که به این شکل ما راپور از ایجاد کردیم هر کدام علایده و دیجا ایرا کلوز میکنیم سیف و دی قسمت ما آله میخواییم که یک تیبالا سی فارم سی کویری چار فارم یک ریپورت در توسط کمند بطن ها باز کنیم به خاطر که ما را باز کرده بتانیم باز ما در اپشن بطن ضرورت داریم از طریق فارم دیزاین کلیک میکنیم خب کلوز نو و در قسمت فارم و در اینجا فارم را کلیک میکنیم کریت در اینجا فارم دیزاین به شکل باز میکنیم و این را اندک کوچک میسازیم برابر محتویات صفحه ما در این قسمت در اینجا در بطن میرم و این را کلیک میکنم اینقدر کش میکنم کنسل و بعد از او در اینجا نوشته میکنم چه بر در بعد از او این را کلیک و در این قسمت و بعد از او بطن دیگه ایجاد میکنم در این قسمت سلیکت میکنم به این شکل و در اینجا کنسل در اینجا نوشته میکنم کوئری کوئری را باز و در بعد از او در قسمت میرم بطن دیگه ایجاد میکنم به این شکل میگم فارم باز آله دیجا کلیک میکنم فارم کنسل در قسمت کلیک میکنم فارم باز و بعد از او انتر در قسمت کلیک میکنم میگم برا ما ریپورت باز به این شکل ریپورت کلیک میکنم دیجا کنسلش میکنم نوشته میکنم ریپورت و بعد از او انتر و در قسمت سلیکت در اینجا ایرا کش میکنم تا اینجا را نزدیک میسازم آلی ایرا میگم ار وقت ما تیبل را کلیک کردیم تیبل باز شوه کویری را کلیک کردیم یک از کویری ها باید باز شوه و فارم را کلیک کردیم یک از فارم ها باید باز شوه در این قسمت ما میرم رایت کلیک میکنیم سر تیبل بلد ایوین مکرو بلدر و اوپن در این قسمت نوشته میکنم اوپن تیبل کدام تیبل؟ تیبل امپلایی داتا شیت ویو در اینجا اد مود و در بعد از او در این قسمت در اینجا کلیکش میکنم در اینجا میگم در اینجا ادیت مود در بعد از او اوپن در این قسمت اوپن کویری کدام کویری؟ کویری آی تی و بعد از او در این قسمت در خب این را کلوز میکنم سیف کلوز و در بعد از او ایجا رایت کلیک بلد ایونت مکرو بلدر و اوکی در این قسمت اوپن کویری و در این قسمت کدام کویری فایند نانس و بعد از او دیجا رید اونلی سیف کلوز و دیجا رایت کلیک میکنم بلد ایونت مکرو بلدر دیجا اوکی دیجا اوپن میکنم فارم و اوپن فارم کدام فارم فارم دیجا نوشته میکنم فارم اچ آر یا فارم امپلایی و دیجا زیرو دیجا در قسمت فریم نیست و دیجا سیف میکنه مشه کنترل در قسمت نورمال مود سیف کنترل در
در بعد از این قسمت رایت کلیک بیلد ایونت مکرو بیلدر دایجا اوپن ریپورت دای قسمت ریپورت امپلائی و فلتر نیم صفر و دایجا ویر کندیشن کندیشن شم صفر و بعد از این سیوش میکنم کلوز دبلیو کنترل دبلیو کلوز و دایجا دیتا شیت ویو میزنم تیبل کلیک میکنم تیبل باز میشه کلوز query را کلیک میکنم query باز میشه close form را کلیک میکنم form باز میشه close و report را کلیک میکنم report باز میشه به این شکل از شما میتونید که استفاده کنید و میخواهیم که برای کل از این بطن برای کل از یا باید بطن اضافه شد به هر تیبل به هر query به این شکل query ها را کلش را select و این را پایین میاره میشه به این شکل و در اینجا سه کوئری داریم این کوئری را بالا میبریم به این شکل در اینجا کاپی میکنیم پیست به این شکل میاریم در پایین از این جا و جای و بعد از اون پیست این را میاریم در پایین از این جا و جای و این را سلیکت پایین تر میاره بشه کوئری چند دانه است که سه کوئری است و بعد از اون دقیق قسمت فارم چند دانه داریم فارم هم بالا میبریم فارم هم چهار دانه است کنترل دبلیو دقیق قسمت کنترل وی پیست کنترل سی کپی و دقیق قسمت دنجا پایین میاریم خوب سهی تا دنجا را و دقیق قسمت کپی میکنیم اشه دنجا پیست دنجا پیست و دنجا پیست و در این قسمت انسرتش میکنیم و در بعد از اون در این قسمت چهار دانه فارم است باید چهار دانه فارم ایجاد شد در این قسمت پیست به این شکل و بعد از اون در اینجا رپورت را فیت میکنیم که رپورت به این شکل دیزاین شد خب بعد از اون میرم رایت کلیک تیبل را گرفتیم کوئری را یکش گرفتیم و دیجا رایت کلیک بیلد ایونت در قسمت ما داریم کوئری در اینجا سلیکت میکنیم اشه کلوز و در اینجا داریم کوئری ایچ آر را گرفتیم امپلائی آی تی و فایننس و ایچ آر مونده در قسمت ای از کوئری فایننس و در بعد از او ای را کلوز میکنه میشه کوئری را کلیک بیلد ایونت در اینجا کوئری ایچ آر را لینک میدیم سیف کلوز و در ای رایت کلیک بیلد ایونت در قسمت کوئری آی تی را لینک میدیم به این شکل آی تی و بعد از او سیف کنترل دبلیو کلوز در فارم اول درست است فارم دوم کلیک میکنه بیلد ایونت و در قسمت فارم امپلائیست ایجا فارم فایننس ها میگیریم و در بعد از سیف میکنم کلوز و در قسمت رایت کلیک در ایجا بیلد ایونت در این قسمت فارم ایچ آر ها میگیریم و بعد از سیف کنترل دبلیو و در این قسمت فارم دیگه هست فارم در اینجا فارم آی تی را میگیریم در این شکل کلیک میکنم اشه آی تی و بعد از سیف کنترل دبلیو و در این قسمت این فارم اضافه است و این را میبریم بالاتر و در بعد از این راپورت ایجاد شده است این را کمی فیت میکنیم و بعد از اون میریم در دیتا و ویو مود و بعد از در این قسمت آل کویری را باز کنیم کویری و بعد از اون کویری دوم کویری سوم به این شکل باز شده میره و فارم اول فارم امپلائی فارم ایچار فارم فایننس و فارم آی تی باز میشه ریپورت هم به این شکل میتونیم که راپور هم باز کنیم و بعد از او کنترل دبلیو آل کلوز و ایرا یا سیف به نام فارم کنترل فارم و بعد از اوکی سیف کنترل دبلیو کلوز به این شکل کلوزش میکنم و تشکر شما که در درس امروز اشتراک کردیم تا درس بعد خداوند حافظ و ناصرتان.